توی این ویدیو اومدم بهتون بگم که چطوری میتونید بدون داشتن هیچ مهارت و هیچ تجربه‌ای از سایت‌های فریلنسری درآمد دلاری ثابت داشته باشید و بتونید بهش به صورت یک شغل دائمی نگاه کنید. پس حتما تا آخر ویدیو رو ببینید. سلام بچه‌ها، خیلی خوش میاد به ویدیوی امروزمون. امروز اومدم بهتون یک متد دیگه برای کسب درآمد دلاری آنلاین رو آموزش بدم. حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. اگر ویدیو براتون مفید بود خوشحالم میکنید که چنل رو سابسکرایب بکنید، لایک کنید و کامنت بذارید که حمایت خیلی خیلی بزرگی از من و خیلی خیلی من انگیزه میده. دمتون حسابی گرم. بذارید بریم سراغ ویدیوی امروزمون. خب دوستان، همونطوری که اول ویدیو گفتم، ما قراره با سایت های فریلنسری کار بکنیم. یعنی چی؟ یعنی سایت های مثل فایور، مثل آپ ورک، مثل freelancer.com و خیلی سایت های فریلنسری دیگه. برای افرادی که اصلا نمیدونن سایت های فریلنسری چی هستن، سایت هایی هستن که شما میتونید بیاید توش اگر مهارتی دارید. برای مثال اینجا مثلا یک برنامه نویس رو داریم، اینجا یک مثلا گرافیک دیزاینر رو داریم. افراد میان مثلا یک سری مهارت هایی که دارن رو اینجا قرار میدن و اون آدمایی که به این مهارت ها نیاز دارن میان بهشون یک سری پروژه ها رو میدن و اینا هم با یک سری قیمت های خاصی که از قبل تعیین شده، مثلا سر یه زمانی که حالا با هم دیگه قرارداد میبندن، پروژهشون رو تحویل میدن و پولشون رو دریافت میکنن. دوستان، برداشتی این وبسایت هم با پیپل و پیر هستش، که یعنی شما لازم نیست با اون فرد مستقیم صحبت بکنید که بخواید پولتون رو از اون فرد بگیرید. پول به حساب سایت فایورتون میاد و با پیر میتونید برداشت بزنید، که توی ایران هم میتونید درستش بکنید. پیر رو فقط کافیه سرچ بکنید که چجوری درست بکنید، کامل براتون میاره راهنماییشو. توی کامنت ها حالا باز براتون پین میکنم، برای افرادی که میخوان با ارز دیجیتال برداشت بزنن، یک وبسایتی رو براتون پین میکنم که 8 تا از بهترین سایت های فریلنسری که با بیت کوین و ارزهای دیجیتال میتونید پولتون رو برداشت بزنید هم قرار داده. خب دوستان، حالا بریم سراغ ویدیوی امروزمون که اصلا قراره ما چیکار بکنیم امروز و این قضیه ای که میگم هیچ نیازی به هیچ مهارتی ندارید دقیقاً چی هستش. مراحل ساختن اکانت فایور و اینا رو که من دیگه توضیح نمیدم بچه‌ها، چون خیلی ساده هستش. یه دونه گوگل میخواد، اکانت گوگلتون رو میتونید کلیک بکنید روش و برای اینکه وریفای بکنید باید یک ایمیل معتبر بزنید که به ایمیلتون یک لینکی میاد و برای اون لینک کلیک بکنید و اینکه شماره تلفن باید بزنید. بچه‌ها، من خودم از شماره تلفن ایرانم استفاده کردم و هیچ مشکلی نداشتم. البته من خیلی وقت پیش ثبت نام کردم توی این وبسایت، اما اگر با شماره ایران به مشکل خوردید، وبسایت های خیلی زیادی هستن مثل Receive SMS، میتونید مثلا همچین وبسایت هایی رو برید و یک شماره انتخاب بکنید، همین شماره رو اونجا وارد بکنید، میتونید SMSی که اینجا برای این شماره میاد رو کدش رو اونجا وارد بکنید و وارد بشید. هیچ مشکلی نداره، که براتون توی کامنت ها پین میکنم لینک این وبسایت هم، که اگر موقع شماره وریفای کردن به مشکل خورید بتونید از این وبسایت ها استفاده بکنید. خب دوستان، کاری که ما امروز قراره بکنیم چیه؟ ما امروز قراره بدون هیچ مهارتی درآمد دلاری داشته باشیم، اونم از طریق وبسایت های فریلنسری. ما باید چی کار بکنیم؟ ما میایم این قسمت وارد سرچ فایور میشیم، فایند سرویس. ما دنبال چی میگردیم؟ ما دنبال همین گزینه میگردیم بچه‌ها، remove unwanted object. یعنی چی؟ یعنی افرادی هستن که مثلا به فتوشاپ ماهرن، یعنی فتوشاپ رو کامل بلدن، میدونن چه جوری میتونن از روی یک عکس اون سوژه مورد نظر رو حذف بکنن. برای مثال بذارید ببینم، مثلا این عکس رو میبینید، اینجا مثلا یک خانومی هست، عکس اصلیش این بوده که مثلا کلی آدم دور و اطرافش بودن و اومده مثلا ریموو کرده تمامی اون افرادی که این خود این فرد سفارش دهنده بهش داده رو اومده ریموو کرده و کلش پاک شده، میبینید؟ یا مثلا این عکس رو اگر ببینید، اینجا مثلا 3 نفر بودن، این آدم رو اومده کامل پاک کرده، دوباره اینجا این آدم رو اومده پاک کرده و برای هر کدوم از اینها هم $5 میگیرن. یا مثلا این دست رو میبینید اینجا پاک کرده، $5 $5، همینطوری قیمت های خیلی خیلی عالی رو دارن دریافت میکنن برای کاری که انجام میدن. یعنی نسبت به کاری که انجام میدن واقعا پول خوبی دارن میگیرن. $5 خیلی عدد خوبی هستش و میبینید که سفارش هم دارن، یعنی قشنگ کاتگوری هستش که خیلی خواهان داره. مثلا اینجا 280 نفر، اینجا 39 نفر، 3 نفر، 7 نفر، 91 نفر، 33 نفر، میبینید؟ یعنی همه سفارش گرفتن تا الان
و شما میایید چیکار میکنید؟ شما میایید این قسمت روی پروفایلتون کلیک میکنید، یک آگهی دقیقا شبیه همین باید درست بکنیم. این قسمت روی بیکام استلر کلیک میکنیم. زمانی که روی این کلیک کردیم یعنی ما میخوایم یه دونه آگهی درست بکنیم. میبینید که میگه شروع قیمتش از 5 دلار هستش تا 10000 دلار. شما میایید این پایین، اینجا یک سری افراد یعنی یک سری مهارت ها رو قرار داده، دیزاینر، دیولپر، فلان اینا. ما همین دیزاینر رو انتخاب میکنیم. وقتی که روش کلیک کردیم اینجا روی استارت سلینگ بزنیم و دیگه بقیهش رو یه دونه عکس قرار میدید. بچه ها خیلی ساده یه دونه عکسی که حالا جلوتر بهتون یاد میدم چی کار باید بکنید دیگه، یه دونه مثلا تمرینی واسه خودتون کاری رو انجام دادید، میاد عکسش رو اینجا قرار میدید، دقیقا مثل بقیه آگهیایی که اینجا درست کردن، و با قیمت 5 دلار قرار میدید. یک کپشن درستم میزنید روش، خیلی ساده. اگر زبانتون خوب نیست توی گوگل ترنسلیت فارسی مینویسید چیزی که دوست دارید رو، میاد ترجمهش رو اینجا خیلی راحت وارد میکنید، هیچ کار خاصی نداره. پس یک آگهی خیلی زیبا دقیقا شکل آگهی هایی که بهتون نشون دادم الان درست میکنید، تازه از اونها هم بهتر درست میکنید، یعنی هرچی بهتر باشه بهتره دیگه، هرچی بهتر باشه بهتره دیگه. یعنی شما خیلی ساده مثلا یه دونه اگر تامنیل خیلی قشنگی بتونید بزنید، یعنی اون عکس اولش، همین عکسی که مثلا اینجا هست رو اگر بتونید خیلی خوشگل مثلا درستش بکنید، خیلی خیلی کلیک بیشتری میگیرید و توجه بیشتری بهتون میشه. یعنی مثلا به جای اینکه بیاید یه دونه کاور رنگ پریده مثل اینا بذارید، بیاید مثلا یه کاور خیلی رنگی رنگی و خوشگل بذارید. حالا ما وقتی که اومدیم این کار رو انجام دادیم، مرحله بعدی چیه؟ قبل از اینکه بریم سراغ مرحله بعدی، خوشحالم می‌کنید اگر تا اینجای ویدیو براتون مفید بود، چنل رو سابسکرایب بکنید، لایک کنید و کامنت بذارید که حمایت خیلی خیلی بزرگی از من، دمتون حسابی گرم. کاری که ما امروز قرار انجام بدیم بدون هیچ مهارتی، یعنی تمامی این افراد دارن با فتوشاپ و کارهای مختلف این آیتم ها رو ریموو میکنن. ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم وارد وبسایت cleanup.pictures میشیم. لینکش رو براتون توی دیسکریپشن میذارم، همینجوری سرچ بکنید cleanup pictures، اصلا براتون نمیاره همچین چیزی رو. یعنی من خودم هم لینکش رو از یکی گرفتم که تونستم واردش بشم، نمیدونم چرا هر چی سرچ میکنید نمیاره. و اینکه این وبسایت دقیقاً همین کار رو انجام میده، اما با تفاوت اینکه هیچ نیازی به هیچ مهارتی نداره. یعنی برای مثال من کدوم عکس رو من همین عکس رو انتخاب میکنم، من مثلا یک پستی درست کردم، میگم آقا من این کار رو بلدم انجام بدم، و یک سفارشی گرفتم. سفارشم چی بوده؟ سفارشم مثلا یه همچین عکسی به من داده، گفته که این خودکارای رومیز و مثلا اینا رو حذف کن. خب بذارید من براتون زوم بکنم. مثلا من میام چیکار میکنم؟ میام این مداد رو روش خط میکشم، خب بعد ساب میکنم چند ثانیه، و خودش خود به خود برای من این رو حذف میکنه بدون اینکه من نیاز باشه فتوشاپی انجام بدم، هیچ کاری لازم نیست انجام بدم. میبینید چقدر تمیز برای من حذفش کرد. این قسمت میتونم سایز براشش رو تعیین بکنم، یعنی مثلا بخوام یه قسمت بزرگی رو حذف بکنم، اینجا مثلا کوچیکش میکنم و خیلی دقیق مثلا اینو انتخاب میکنم و ساب میکنم. دیگه بستگی به سرعت نتتون هم داره دیگه بچه‌ها، یعنی اصلا هیچ ربطی به سیستم و اینا نداره، با موبایل و با هر چیزی هم میتونید انجام بدید. ساب میکنم، خیلی ساده و سریع، فقط کافیه من نشون بدم کجا رو میخوام حذف کنم. الان مثلا اینم میخوام حذف کنم، اینجا نشونش میدم. بچه‌ها من خودم برای تامنیلای ویدیو هم خیلی وقتا از این سایت استفاده میکنم، خیلی وبسایت اوکی و خفنیه. یعنی تا حالا نشده من به مشکل بخورم، یه جایی رو اشتباهی پاک بکنه، باگی داشته باشه یا هر چیز دیگه. میبینید الان چقدر قشنگ برای من اگر این گزینه رو فعال بکنم، میبینید عکس من قبلش این بوده و خیلی قشنگ تبدیلش کرده به این عکس. میبینید تماما این خودکارا رو اینا رو خیلی ساده با چند تا کلیک حذف کردش. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، کافیه اینجا روی دانلود کلیک بکنید. وقتی که روی دانلود کلیک کردید، این قسمت می‌بینید الان عکس برای من دانلود شده، و من وقتی روی این کلیک بکنم عکس فول اچ دی برای من دانلود شده و نه کیفیت عکس رو کم کرده نه هیچ چیز دیگه‌ای. خیلی خیلی ساده عکس رو با همون کیفیت، فقط با تفاوت اینکه می‌بینید تمام اجزایی که من انتخاب کرده بودم رو حذف کرده.
و خیلی ساده تونستم بیام بدون هیچ کار فتوشاپی، بدون هیچ کار خاصی این کار رو انجام بدم و پروژه بتونم بگیرم بدون اینکه بخوام فتوشاپ مهارتی داشته باشم یا هر چیز دیگه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید دوستان. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه که حمایت خیلی خیلی بزرگی از من و خیلی خیلی من انگیزه میده. دمتون حسابی گرم و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.